درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه. یهوی گوشی ما هنگ کرد، شروع کرد کشترگی دنگلگ گرگی دنگ. آقا ای جمعیت میگی ماره میگی. این یکی از جدیدترین شاهکارهای صدا سیمای جمهوری اسلامی است که احتمالاً با تایید علمای اعظم حوزه علمیه قم پخش شده، برامه ای که در آن آخوند و شغلش به سوژه طنز تبدیل شده. آقا ما رفتیم روی منبر، همه مجلس آماده حزن و اندوه و گریه، ما نشستیم رو منبر. میخوام حالت سومی به شما بگم که تا حالا ندیدین، ترکیب غم و شادی، یک ترکیب سمی. همه آماده گریه، ما نشستیم رو منبر، شروع کردیم قربون امام صادق علیه السلام بریم. یک روایت از حضرت در مورد توبه که التائب من ذنبه کمن لازم بله. آقا ما هنوز گفتیم التائب من ذنبه، مجلس تصور کنین سنگین، همه مهربان مادر میخوان گریه کنند برای همسر دلسوز و فداکار. یهوی گوشی ما هنگ کرد، شروع کرد کشترگی دنگلگ گرگی دنگ. آقا این جمعیت میگی ماره میگی. گوشی رو در آوردم هول شدم. این نگو گوشی رو دست دوم ما خریده بودیم، صاحب قبلی نرم افزارا رو پاک نکرده بود. یه نرم افزار ساز داشت، هر چی میزدم قد نمیشد. یک کلید رو زدم یهوی کل کشید. ای جمعیتی میگی دیگه، مردم همه چشما به ما، فقط خدا خدا، هر کار که دمی قد نشد. از بالای منبر فقط گوشی رو انداختم پایین جلوی پایی که از رفقامو، باطری رو در آوردم. ما نگاه کردم اربابان مصیبت، خاندان معظم، فرزندان مرحومه، همه دارن به ما نگاه میکنن. خلاصه گفتم که به هر حال خداوند مهربان رحیمه. ما گفتیم و مردم یک نگاهی به هم کردن و یک نگاهی به ما کردن و حاجای بازی چیزی به رو خودشا نیاوردن. ولی ای کاش همینجا تموم میشد. اگر چنین برنامه‌ای پیش از انقلاب از تلویزیون پخش میشد، احتمالاً تمام آخوندهای حوزه علمیه کفن میپوشیدند و فریاد سر میدادند که اسلام و خدا بر باد رفت و مردم باید به خاطر توهین حکومت به مقدسات دینی قیام کنند. اما 44 سال است که حکومت دست صاحبان دین و نمایندگان خداست و هر کاری مجاز است. درست در زمانی که صدها دختر دانش آموز در دو شهر قم و بروجرد به گفته خود مسئولان به عمد مسموم شدند، درست در زمانی که ارزش دلار به مرز 60,000 تومان رسیده تا سفره‌های مردم ایران خالی و خالی تر شود، درست زمانی که میلیون‌ها ایرانی همچنان عزادار قتل‌ها و جنایت‌های حکومتی هستند، آخوندها تصمیم گرفتند برای سرگرم کردن مردم و کاهش خشمشان، خودشان و شغلشان را به سوژه طنز تبدیل کنند. بیا توخیمون، بیا تقیمونو بگیریم. من جمعون دارم از خودم میگذرم، دارم از جونم میگذرم که فقط اتحاد باشه. از چی میترسید؟ اما مردمی را که به سختی قادر به سیر کردن شکم خود و فرزندانشان هستند و هر روز از روز قبل فقیرتر و نیازمندتر می شوند، با این برنامه های سخیف و بی محتوای صدا سیما نمی توان به سادگی فریب داد. از شکنجه می تا جامرد می پرسید؟ این زندگی چی که این زندگی چه دارید می کنید؟ مرد بدتره، یادتون نره. زلزل زده تو خوبی داریم دادم به سوریه کمک باشونو. چقدر می خواد نگاه کنید و ساکت بشید؟ خانم این انقلاب رو زنها شروع کردن. استارت این انقلاب رو زنها زدن. چرا میگم زنها؟ چون دختر 15 ساله تو خیابون جون داد، شکنجه شد، درد کشید به خاطر من و تو. آزادی به من و تو حروم جماعت وقتی دخترمون زیر خاکه، وقتی دختر ایران زیر خاکه. حمزه پیروزمون یادتون نره، معصوم امینی. سکه شده 30 میلیون تومان، دلار شده 50,000 تومان، گوش کیلو 15,000 تومان. به وزیر اقتصاد میگم داستان چیه؟ پراد شده 300 میلیون تومان، دلار شده 50,000 تومان. میگه فعلا آمادگی جواب دادن به این سوالو ندارم. چطور آمادگی شده زن و بچه علی دلی رو هوا برگردیم؟ آمادگی شده هواپیما رو هوا منفجر کنیم؟ آمادگی شده که مردم تا یک کلمه حرف بزنن تنابای دارتون حاضر کنید؟ آمادگی جواب دادن این سوالا رو ندارید؟ نه. هیئت 7 نفره رو انداختن ایران رو دارن غارت میکنن، هر کم یک کلمه حرف بزنن 15 سال بهش حبس میدن.
این نگید اینا برن کی میخواد بیاد، بگید اینا بمونن هیچی از ایران نمیمونه. لعنت به دین و آیینتون، لعنت به اسلامتون، لعنت به اول و آخرتون. در روزهای گذشته موج جدیدی از اعتراض‌ها در کشور آغاز شده، از شعارهای شبانه مردم از داخل منازلشان گرفته تا اعتراضات بازنشستگان به کافی نبودن حقوقشان. امسال سال خونه، تیجدی سال رگونه. وضعیت اقتصادی کشور به قدری بحرانی است که حتی حامیان ابراهیم رئیسی از جمله علی غفاریان مدیر سایت سرات نیوز هم میگوید قطار ابراهیم رئیسی در حال سقوط در دره است. آقا میدونید این صدای چیه؟ صدای بستن کمربند، زنگ بستن کمربنده. کمربنداتون رو همه ببندید. قطار پیشرفت آقای رئیسی داره میره ته دره، داره سقوط میکنه. از ما گفتن. یعنی وقتی مسئولین خوابن دلار ارزون میشه، وقتی از خواب بیدار میشن صبح دوباره دلار گرون میشه. این نشون میده نقش مسئولین چقدر موثره تو کاهش قیمت ها. یه هلیکوپتر میفته یه وزیر هوا میشه، اون یکی میگه میخوام سیم کارت بدم به گردشگرا بدون فیلتر. مردم خودمون 80 میلیون نفر آدم نیستن. یعنی واقعا مشخص نیست که دولت محترم چه نقشه راهی داره جز سقوط کشور و مردم به ته دره. مراقب باشید و کمربندا رو محکم ببندید. تا آبان 1401 قیمت دلار افزایشش تقریبا 2 تومان بیشتر نبوده. ابراهیم رئیسی اما در اظهار نظری بی سر و ته مدعی شد افزایش قیمت دلار و سکه و بحران اقتصادی در کشور کار معترضان و دشمنان و عددسازان بی‌نام و نشان است. این جهش 20 تومان سؤاله که از کجا پیدا شد؟ من نمیخوام بگم که این فقط دست خارجی است، اما بدانید جریانی که توی خیابون اغتشاش را انداخت مردم ناکام گذاشتن اینا رو، مردم همراهی نکردن، رسما وارد شدن که بی‌اعتمادی و نارضایتی رو بزرگش کنن، سوار بر این موج بشه، عدد سازی کنه. لذا مبعث تعطیل، روز قبلش تعطیل، روز قبلش تعطیل، ساعت به ساعت روز تعطیل اصلی که همه تو خونه‌شونن به هیچ معامله تو بازار نمیشه داره میره قیمت بالا. معلومه که این به تجارت نیست، مربوط بازار نیست، داره عدد سازی میشه. یعنی وضعیتی که از ناامنی اقتصادی بر بازار دارن حاکم میکنن وضعیتی است که نوعی در واقع تلاطم و التهاب ایجاد کنن. متاسفانه خب بعضی از عزیزانی که در داخل هم هستن بر این قضیه ناآگاهانه یا بعضیشون آگاهانه میدمن این فضا رو شدیدتر بکنن. اما حالا ما چیکار کنیم در مورد وضعیت؟ دولت وظیفه داره، وظیفه داره به مردم آرامش بده. بد نیست یادآوری کنیم روزگاری که رئیسی 6 کلاسه و همکارانش وعده داده بودند همه مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهند کرد و ضمن بالا بردن ارزش پول ملی نرخ دلار و تورم را به پایین ترین میزان خود در تاریخ ایران خواهند رساند. خدا رحم کرد ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 تومان. خودت میدونی چند ساله داریم روی ضعف‌ها و مشکلات کشور کار میکنیم. من اگه اطمینان نداشتم نمیومدم بابا. من اقتصاددان هستم دیگه. این مثل اینه که شما از یه دکتر جراح بپرسید که آقا این دسته که جراحی میکنید اینطور میشه، اون میگه بله من تضمین میکنم. اگر تنها 5 میلیارد دلار از ارزی که الان در اختیار مردم و فعالان اقتصادی به صورت نقد هست و این ارز رو به صورت نقد نگه داشتن به بازار تزریق بشه، قیمت ارز به حتی کمتر از 5000 تومان هم میتونه کاهش پیدا بکنه. درصد از مشکلات کشور رو مربوط به تحریم ها میدونید؟ من حدود 20% 15%. 80% دیگه؟ بی ارزگی، بی فکری، بی غیرتی. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو لایک کنید و لینک ویدیوهای ما رو هم برای دوستانتون بفرستین. اگه دوست دارین از ما حمایت مالی کنین روی کلید جوین یا تانکس کلیک کنید.